خبرگزاری رسمی عراق با خبر داد برهم صالح رئیس جمهوری این کشور شامگاه روز جمعه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 40 امام حسین علیه السلام این مناسبت را صمیمانه به مردم کشورش امت اسلامی و مقام عالی مرجعیت در نجف اشرف تسلیت گفت. رئیس جمهور عراق تاکید کرد قیام امام حسین علیه السلام انقلاب آزادی و عدالت در رویارویی با ظلم و استبداد بوده و خواهد بود. مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله عظما شیرازی در ایام زیارت 40401 طرح نانوایی سیار را اجرا نمود. این نانوایی سیار روزانه 20,000 قرص نان تولید کرد و آن را بین مواکب خدمت رسان به زائران در شهر مقدس کربلا 40 حسینی توزیع نمود. حوزه علمیه زینبی واقع در منطقه سید زینب در جنوب شهر دمشق پایتخت سوریه از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله این روزها میزبان برگزاری مراسم عزاداری 40 حسینی علیه السلام است. در این مراسم که صدها تن از علما، خطبا، طلاب علوم دینی، عاشقان امام حسین علیه السلام و مقلدین مرجعیت شیعه حضور یافتند، حجت الاسلام شیخ رضی فردان به سخنرانی پرداخت. این مراسم تا بعد از روز 40 حسینی هم ادامه خواهد داشت. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا غرب را بزرگترین گورستان بشریت توصیف کرد و به مشکلات جمعیتی اروپا اشاره کرد و گفت بروکسل در این شرایط سیاست اشتباهی را در زمینه مهاجرت دنبال می کند. وی با بیان اینکه ما در اسپانیا و ایتالیا به مردم نیاز داریم گفت چرا غرب سیاست ادغام مهاجران را دنبال نمی کند؟ کشورهای اروپایی در یک سال اخیر صدها مهاجر افغانستانی و نیز مهاجر از کشورهای شمال آفریقا را اخراج کردند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های اخیر با ارتش ارمنستان در مرز با این کشور از 12 سپتامبر تا به امروز دست کم 77 نظامی این کشور کشته شدند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم در نشست کابینه دولت این کشور در ارتباط با ادامه درگیری‌های مرزی با نظامیان جمهوری آذربایجان گفت تا کنون 135 نظامی ارمنی در این درگیری‌ها کشته شدند که این شمارش قطعی نیست. شمار زیادی هم مجروح شدند. در تازه‌ترین دور تنش‌ها میان ایروان و باکو در قفقاز جنوبی بر سر مناطق مورد مناقشه قره‌باغ شامگاه دوشنبه درگیری‌های گسترده بین نیروهای دو طرف در امتداد مرز مشترک آنها رخ داد. موکب شباب الصادق علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر بصره در ایام زیارت مقدس 40 حسینی میزبان عموم زائران در شهر مقدس کربلا بود. این موکب در عمل به توصیه‌های بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما شیرازی مبنی بر خدمت رسانی به زائران حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در خیابان قبله در شهر مقدس کربلا مستقر شده و به زائران آن حضرت خدمت نمود. %40 از افغانستانی هایی که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ژاپن پناه برده بودند از سوی وزارت امور خارجه این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. ژاپن تایمز در گزارش اخیر خود که روز پنجشنبه 15 سپتامبر منتشر کرد شمار پناهجویان اهل افغانستان که ژاپن را ترک کرده و به کشور خود بازگشتند را 58 نفر اعلام کرد. از مجموع 169 شهروند افغانستانی که پس از سقوط دولت پیشین در 15 آگوست 2021 از افغانستان به ژاپن پناه بردند
98 نفر از سوی این کشور پناهندگی دریافت کرده بودند. جمعی از شهروندان کشور سوئد با برپای موکب امام حسن مجتبی علیه السلام به خدمت زائران اربعین پرداختند. موکب امام حسن مجتبی علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی است که از شهر استکهلم پایتخت کشور سوئد برای میزبانی زائران اربعین 1401 به شهر مقدس کربلا سفر کردند. شیخ کرار خفاجی رئیس بخش امور دینی آستان مقدس علوی از تشرف گروهی از مقام‌های کشور آفریقایی سیرالئون به همراه تعدادی از مستبصرین به حرم مطهر امام علی علیه السلام خبر داد. وی افزود شیخ ابراهیم باه از مسئولان این کاروان سیرالئونی گزارشی هم از وضعیت شیعیان در این کشور ارائه کرد و از احساس عجیبی که در این حرم مطهر دارد سخن گفت و افزود احساس می کنم در بهشت هستم.